ما باید در نظر داشته باشیم در حال حاضر در برنامه دیگر نیز گفتیم که چگونه خود چین که از ووهان آمده در شانگهای و پکن، ما این به حال شیوع اپیدمی کرونا را به اون صورتی که میبایست در کشور اروپا داشته باشیم نداریم. دو، اینی که افرادی که در حاضر تجهیزات پزشکی و ماسک رو دارند، میلیون ها میلیون دارن میفروشن و به جیب دارن میزن، خود چینی ها هستن. اینو فراموش نکنید که در این شیوع در سالهای یعنی در 2019 نوامبر و دسامبر این برنامه شروع شده بود و شیوع بیماری در ووهان، و دو ماه طول کشید که مردم متوجه بشن اصلا داره چی میگذره. یعنی جنوری و فوریه بود که این مسائل وارد قرنطینه شدن و دنیا فهمید چه کلای بزرگی سرش رفته. به نظر من اول از همه ضربه مهلکی بوده به نئولیبرالیسم و جهان شمولی و گلوبالیسم از یک طرف، و اون را باید در نظر داشته باشیم در حال حاضر چین به عنوان یک هژمونی یعنی ابرقدرت داره وارد میشه. حالا چندین تریلیون دلار هم آمده باشن و غرامت بخوان، چه اتحاد اروپایی که رو به فروپاشی داره میره، که برگزیت انجام شده دیگه چیز از اتحاد اروپا باقی نمونه، اسپانیا و خود ایتالیا رو میبینیم به چگونه به این گونه مبتلایان دارن میرن و دستگاه تنفسی یافت نمیشه و کیت ها و غیره، و میبینیم که اون اتحاد اروپایی که سخنش رانده میشد الان به صورت ملیگرایی روی کار اومده و افراد سعی برای دارن در قرنطینه در خانواده باشن و ملت ها و ملیگرایی ها روی کار اومدن و رهبرانش که خواستان هستن آلمان برای آلمان، آمریکا برای آمریکا و همینطور اسرائیل برای اسرائیل. اولی از